عدالتی، تورم گرایی، آزادسنجی روحانی. تورم گرایی، بارگر میبیرد، ذلت نمیپذیرد. الله اعتصاب و تظاهرات کارگران فولاد، اهواز 20 آذر 97. روز سه‌شنبه 20 آذر کارگران فولاد اهواز در حالی که کفن پوشیده بودند، 32 روز اعتصاب و تظاهرات خود را با تجمع در مقابل استانداری رژیم در اهواز آغاز کردند. کارگران به جان آمده سپس در مقابل مسجد زرار آخوند جزایری، نماینده خامنه‌ای در استان خوزستان تجمع کردند و علیه کارگزاران غارتگر رژیم شعار سر دادند. یکی از کارگران به جان آمده طی سخنانی خطاب به آخوندهای دین فروش حکومتی گفت: تلاش کن مسئولیت پذیر باشی و همچون من توی خیابون بیستی. این مسئولیت کربلاییه که حسین یادمون میده. مسئولیت کربلایی یک حرف دارد، آن هم عزت و شرف است. دوست عزیز، سجاده نیست، منبر نیست. دوست عزیز، منبری که مشکلات مردم رو نگه، منبری که مشکلات مردم رو نگه، چوبی بیشتر نیست. و کسی که روی منبر میره و رسالت منبر رو ادا نمی کنه، میمونی هست. صدها بار تکرار میکنم، کسی که بر سر منبر رسول خدا میره و برای حسین گریه میکنه و برای مشکلات مردم و رسالت منبر رو ادا نمیکنه، میمونی هست که از سر منبر رسول خدا رفته بالا. جفت کنید داخل یک کف و اصرار کنید که این هم مسئولین رو رسوا کنیم. یک حرف میزنم، اگر نمیتوانی ظلم را ساقط کنی، رسواش کن. دوباره تکرار میکنم که در گوش و عقل و شعور و احساس تمام مردم جا بیفته. اگر نمیتوانی ظلم را ساقط کنی، رسواش کن. Let's go!
من خواستم در مورد کارگرای هفت‌تپه و فولاد اهواز صحبت کنم. واقعا این کارگرا بدبختن. مگه حقوقشون چقدر این دولت بهشون نمیده؟ الان ما هم نزدیک 6 ماه هم اصلا نمیدونن ما زنده ایم مرده ایم. راننده ها هزار تا بدبختی داری، من ولمون کردم. الان ما هیچ، ولی این کارگرای بدبخت که ماهی 1200 میگیره، مگه چقدر ماهش؟ چقدر حقوقش؟ چی بخوره با این وضع گرونی ها؟ ما از همینجا راننده های خوزستان اعلام همبستگی با کارگرای فولاد و هفت‌تپه و هبکو عراق اعلام میکنم. ممنون از شما. روز سه‌شنبه 20 آذر یک تجمع اعتراضی در حمایت از کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت‌تپه و برای آزادی کارگران زندانی در مقابل مجلس ارتجاع برگزار شد. ایشون اینه که شرکت باز بشه، شغل پایدار داشته باشن، دست مافیا کوتاه بشه. این خواست خیلی پایینی، ولی تو این مملکت بعد از یک ماه هزاران نفر کارگر میاد توی خیابون